سریال آمریکایی سلینگ سانست سریال محبوب فصل تابستان نتفلیکس بود که جذابیت صنعت املاک و مستغلات در سراسر جهان را نشان می‌دهد که تجارتی بزرگ است. این صنعت اینجا در دبی تحت تاثیر شیوع کرونا است. با این حال این بازار نتایج غیر منتظره‌ای داشته و دارد. در نیمه اول سال 2020 ارزش معاملات این صنعت 16.3 میلیارد یورو بود. در جریان 6 ماه اول سال 2020 پروژه دبی مارینا شاهد بالاترین رقم فروش به ارزش 770 میلیارد یورو بود. متوسط خرید برای یک آپارتمان 253 هزار یورو و برای ویلا 550 هزار یورو بود. سرمایه گذاری زنان با رقم کل 1.51 میلیارد یورو بخش مهمی از ارزش سرمایه گذاری در این صنعت بوده است. از سال 2012 تا به امروز هر کسی که در دبی سرمایه گذاری کرده باشد سالانه حدود 8.5% سود کرده است. بنابراین در شاخص رقابت جهانی که روشی برای رتبه بندی شهرهای جهان از نظر جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه است، دبی در چند سال اخیر از جایگاه 20 به مکان 6 رسیده است. در همه ابعاد این صنعت در دبی رشد داشته، از جمله در برخی از گرانترین املاک جهان. تمام ابعاد این خانه سفارشی توسط مالک طراحی شده، از لوازم خانگی خودکار گرفته تا فضاهای بیرون و مبلمان ساخته شده توسط بزرگترین مارک‌های جهان. اینجا یکی از سه فضای بیرونی این ملک است. آنها منظری از نخل‌ها همچنین منطقه دبی مارینا را در دیدرس دارند. اما این فقط املاک لوکس چند میلیون یورویی مانند این ملک در دبی نیست که مردم در دبی از آنها بهره می‌برند. پروژه جدید توسعه شهری دیگری در دبی در حال ساخت است، شبیه پروژه میدان شهری دبی. هدف ما این بود که به مردم فرصت دهیم ملکی را با قیمت مقرون به صرف خریداری کنند و از اجاره نشینی به خانه‌ای که مالکش هستند نقل مکان کنند. اگر مالک باشند وقتی بازنشسته شدند یا وقتی از دبی خارج شدند می توانند این دارایی را بفروشند. از نظر تعداد خریدارانی که نخستین بار در دبی ملک خریدند و قبلا اجاره نشین بودند تغییر واقعی را شاهدیم. اکنون زمان مالک شدن است. شما خیلی مشغولیت دارید، ببینید در تابستان شاید برای برخی تعجب آور باشد. فکر میکنید چرا؟ شاید به خاطر کرونا باشد. همه ما 5 تا 6 هفته در خانه گیر افتاده بودیم. بسیاری از مردم شروع به جستجو کردند که چه امکاناتی در بازار وجود دارد و دیدند که امکانات خوبی در بازار وجود دارد. علی‌رغم تأثیر شیوع کرونا در 3 ماهه سوم سال این سوال وجود دارد که آیا این صنعت از رکود خارج شده؟ به نظر من در 6 تا 7 ماه آینده بازار خرید و اجاره رشد خواهد کرد و مردم به خرید نخستین خانه هایشان ادامه خواهند داد. برای بسیاری شیوع کرونا منجر به از دست دادن شغل یا درآمدشان شده و برای آنها بی‌ثباتی مالی به همراه داشته، اما برای کسانی که پول نقد دارند اکنون زمان خرید است. من و شوهرم دقیقاً زمانی که کرونا آمد در حال بررسی قیمت خانه ها بودیم و واقعا فکر می‌کردیم که اگر خانه بخریم هزینه ماهانه ما 40 تا 50% کاهش می‌یابد. در حالی که سال 2020 سال سختی برای این صنعت در جهان بوده، اما در دبی تحلیلگران مشتاق دیدن این نمایشگاه هستند. پیش بینی من این است که ما شاهد بازگشت تدریجی اعتماد به نفس در بازارها خواهیم بود. من واقعا معتقدم که در 3 ماهه اول سال جدید ما شاهد بازگشت اعتماد واقعی به بازارهای املاک و مستغلات خواهیم بود. این اطمینان وجود دارد که سرمایه گذاران و کاربران نهایی از این بازار بهره ببرند. تأثیر طولانی مدت کرونا بر اقتصاد جهانی هنوز نامشخص است، اما همه نگاه ها به این صنعت در ماه‌های آینده خواهد بود.